بابا، محمد علی کی بوده؟ آه، اون یکی از بزرگترین ها بود. بزرگترین؟ بله قربان، اون بزرگترین قهرمان پدر بود. فکر کردم اون یه بوکسور بوده. آره درسته، اون یه بوکسور بود، اما خیلی بیشتر از یه بوکسور بود. میدونی اون پای تمام باورهاش ایستاد، حتی با اینکه تمام زندگیشو فدا کرد. بگیم بابایی، بیا بگیم. خیلی خوب، آماده باش، مثل یه پروانه قوطه بر باش، تیز مثل زنبور. قرش کن مرد جوان، قرش کن. یه چیزی برات دارم. آه، اینجا، اینه هاش. خیلی خوب، فقط برای من؟ اینا تو کشیدی؟ بد نیست مثل. اون کیه؟ اون منم. خوب، اون مادرته؟ و این یکی؟ توی. آه خیلی خوبه، قشنگه. ای بابا، سیاه‌پوست‌ها از سفیدپوست‌ها بهترن؟ البته. خب هم آره هم نه. خب میدونی هم سیاه‌پوست خوب وجود داره و هم سفیدپوست، و همینطور هم سیاه‌پوست بد داریم و هم سفیدپوست بد، هر دو یکسانن. متوجه شدی؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونم؟ خب در واقع نمیدونم. میدونی تا وقتی که خیلی دیر بشه نمیدونی. آه مادرت داره میاد، گوش کن، بیا در مورد اتفاق امروز اونو نگران نکنیم، باشه؟ این راز ماست، باشه؟ هی مامی. آقای کلمن، میشه خلاصه امریکا در برابر جانسون رو بگید؟ متاسفم خانم مکسول، دیشب باید از پسرم مراقبت میکردم، برای همین نتونستم مطالعه. جالبه، چون من خودم همه این راه رو رفتم. جالبترش اینه که دانشکده حقوق رو با دوران ابتدایی اشتباه گرفتین، جایی که والدینت باید مشقاتو بررسی کنم. بیا بالا، بیا بالا، زود باش. میخوام برای تمام همکلاسیات مورد آخر رو با صدای بلند بخونی، درست مثل کلاس گرامر. وبسایت دیبا موویز تقدیم میکنه. رودخانه خونین، سرپرست گویندگان خسرو بهنوری، باشه. Are you okay? Quiet this morning. No, I'm it's got a lot on my mind. It doesn't matter how many blessings I count. You're at the top of every list. I know. 'Cause I'd hurt you if I want. Is this CJ? Does he still have a key? He's still our son. سلام عزیزم. سلام به همگی. سلام به همگی؟ این تنها چیزیه که به ما میگی ها؟ سلام مامان، سلام بابا، دوستتون دارم، صبح بخیر.
ازتون ممنونم که اجازه دادین یخچال شما رو خالی کنم، با اینکه دیگه با شما زندگی نمی کنم. سلام بابا. دیرم شده، باید برم. Alright, see you mom. Cool beans. That's not cool, mom. One shot shit. See you later. Love you. مراقب باش. خدا حافظ بچه ها. روز بزرگیه. آره مرد، روز مهمیه. آره. تو حالی هستی؟ آه. چیه؟ اون قیافه. کدوم قیافه؟ تو داری از چی حرف میزنی؟ میدونی چه قیافه گرفتی؟ من برای تو قیافه نمیگیرم. پس میخوای بگی که الان فکری توی سرت نیست؟ تو سر من هیچ فکری نیست. تو سر خودت چی؟ چرا امروز صبح اومدی اینجا؟ من هیچ فکری، منظورم اینه که خرخا بی خیال. میدونی چی میگم؟ میشناسمت، میشناسمت دیگه. تو فکر میکنی منو میشناسی؟ اون نگاهتو میشناسه. خیلی خوب، پس تو منو میشناسی. چند سالته؟ 20، 21، 22؟ 23. 23 سالته. خیلی خوب. بهتر میدونی. فکر میکنی هنوز آماده نیستی؟ ها؟ بابا بی خیال. زود باش، چاقو رو بذار زمین. بذار ببینم چی ازت برمیاد. امروز روی شانسی؟ نیازی به شانس نداری. پس به شانس نیاز نداری. زود باش، دستاتو بیار شروع کنیم. باشه. وقتی شکست دادم از دستم عصبانی نشو. منم میخواستم همینو. درسته. خیلی خوب. میخوای بشمارم؟ آماده ای؟ سه، دو، یک. میخیال پسر. بلم کن. بهت گفتم که داری پیر میشی. من هنوز گرم نشده بوده. برای این بازی دیگه پیر شدی. آه، برف زدن ادامه بده. هی پدر بزرگ. چه پسر؟ از اون جایی که برنده جایزه داره چرا نمیذاری ما ماشینت برم؟ چی کار کنی؟ ای خیال مرد، همین یه بار. اینو دوست داری مگه نه؟ چطوری؟ خب من امروز بری رو رسوندم، در اولین روز از آخرین سال مدرسه. واو. حالش چطوره؟ بهتره. مشاور اون به ما گفت که اون سرقت ریشه در مشکلات احساسی اون داره. من گفتم آره، خودمون اینو میدونیم. به خاطر طلاق و بچه. آره، بچه ها غیر قابل پیشبینی هم. مهم نیست چقدر براشون کار میکنی. چی شده مرد؟ امروز روز اول سیجایی در اکادمیه. بچه خوبیه، مشکلی براش پیش نمیاد. آره آره، همینطوره. میدونم که نیازی به گفتن نیست. بس چرا میگی؟ من ازش مراقبت میکنم. آره. میتونستم کارت رو بیارم اینجا. اینجا؟ آره. با این بچه ها؟ بچه های خوبیه. نه، یه جایی بهتر رو انتخاب کن، یه سری بهتر از اینا. میدونستی خیلی عوضی هستی؟ آره میدونم. بریم. لعنت.
تو پدر خوبی هستی بان. ممنون. بابا چطوره؟ مثل همیشه. آره؟ میبینیش؟ آره همیشه. تشکر از هیئت منصفه. آقا میخواید چیزی اضافه کنید؟ عالی جناب، بعضی ها وقتی گیر میفتن میگن متاسفم، ولی بعضی ها حتی همینم نمیگن، پس گفتنش تأثیری نداره. میفهمین که چی میگم، اما اینو میخوام بگم، هیچ وقت نگران این نباشین که من دوباره اینجا پیدا میشه، بهتون قول میدم. فقط یه فرصت دیگه میخوام. از صداقت شما ممنونم آقای جکسون. من روند بهبود شما رو دیدم، بهتون تبریک میگم، اما با وجود این نمیتونم شما رو تبریک کنم، اصلا نمیتونم، مخصوصا با وجود محکومیت 10 ساله شما. ولی این معنی اینو نمیده که شما قابلیت برگشت رو ندارید. پس دادگاه برای شما حکم 12 ماه بازداشت خانگی صادر میکنه. بعد از 2 سال آزادی مشروط احتمالی و خدمات قبل از محکومیت. حکم قطعیه. ما رو سربلند کردی. امروز اولین روز شروع سابقه توه، زندگی تو. من و پدرت بیشترین تلاش خودمون رو خواهیم کرد. نمیتونیم چیز زیادی ازت بخوایم. یادم وقتی 9 سالت بود میخواستی یه رفتگر بشی تا خیابونا رو تمیز نگه داری. حالا کارت خیلی بهتره. هر روز به خاطر داشته باش، علی‌رغم اینکه بزرگ شدی، با وجود اینکه نمیتونی ما رو ببینی و اینکه اونجا نیستیم تا سرت داد بزنیم، ما همیشه عاشقت هستیم. حرومزاده رو دیدی چی کار کرد؟ آتیش کن. ای خیال کارتر. آتیش کن. گزارشی نیست. حکم جلبی هم برای راننده نداریم کلمن. در مورد این یکی یه حسی دارم. داری زیاده روی میکنی کارتر. فقط میخوام حساب ببره تا دیگه از این غلطا نکنه. بزن بریم. سلام، چیزی شده؟ به مرد قانون بی احترامی میکنی؟ چی داری میگی؟ به زودی میفهمی، کارت شناسایی. خب چی شده آقا، سرعتم زیاد نبود، کمربندم چیز دیگه بس... پرسیدم؟ نه آقا،
گواهی نامه. جناب تا بهم نگین چرا جرمو گرفتی مجبور نیستم. آقا میخوای از قانون نافرمانی کنی؟ نه جناب. اون اسلحه داره. کارتر تو خوبی؟ آره تو چی؟ آره پلیس متروپولیتن از دفتر افسر جوزف ادوارد بلک به هیئت استخدام. عمه تفنگی در کار نیست. لعنت تو چی گفتی؟ تفنگی نیست. لعنتی یادم معمولی. لعنتی درستش میکنیم. طوری نیست، درستش میکنیم. باید هویت اونو تایید کنید قربان.
be strong. You gotta move on. You gotta keep your mind on the Lord, Lord, yeah. Now you're gone, now I'm all alone, wondering why I'm on my own. Who can stop this sadness when I'm deep in this zone of pain? Now that you're gone, go away. I've only seen lonely days. He چارلز میای بیرون؟ آره آرام میام. من میخوام از کارم استعفا بدم. باشه، هر دوی ما میتونیم با حقوق من زندگی کنیم. تو هم باید استعفا بدی. نمیتونم استعفا بدم. نمیتونم. میتونی برای کسایی که به پسرمون شلیک کردن کار کنی؟ ایو، من خیلی سخت کار کردم. من تنها قاضی سیاه پوستی هستم که این شرط تا به حال داشته. اگه استعفا بدم اونا برنده میشن. قضیه بردن نیست، قضیه قتله. داستان پشت داستان، بهانه پشت بهانه، سال پشت سال. کی دیگه تموم میشه چارلز؟ فکر میکنی برای من مهم نیست؟ فکر میکنی برای من مهم نیست؟ همه یه بدنم به هم ریخته، فکر میکنم دارم مریض میشم. هر دفعه که تلویزیون رو روشن میکنم و یه پسر سیاه‌پوست رو میبینم که کشته شده، این منو نابود میکنه. اما بعدش یادم میاد که من از کف خیابون اومدم و نمیتونم. حالا یه قاضی شدم، نمیتونم متفاوت باشم. باید کارمو انجام بدم، باید کاری کنم منو ببینن. نمیتونم تو این شرایط استعفا بدم. مثل سی جی که متفاوت بود. سی جی متفاوت بود. اون پا جای پای تو گذاشته بود، فکر میکرد متفاوته. اون سوار ماشین تو بود، توسط دپارتمان پلیس تو مرد. اون کشته شد، درست مثل اون پسرای دیگه و آدمایی که بهش شلیک کردن و آزاد هستن. و همینطور میخوای براشون کار کنی. تبریک میگم. اونا به دیگو شلیک کردن. دیگو تو بهتر از اینا میدونی، تو حرامو چیزی به نام صلح نداری. خاویر بچور درد دارم مرد. بی خیال مرد، ببرش بیمارستان.
همیشه تحت تعقیبم. باشه مرد، گوش کن، میخوای بری زندان یا بمیری؟ چون نمیتونم درستش کنم. باشه، الان برات یه وکیل میگیرم، وثیقه‌ش هم با من باشه. جی فقط دووم بیار، زودتر ببرینش. دووم بیار. Why did you do that? CJ is not a cause. He's our son. You 不要天真的以为你法官的衣服就能够遮住你黑色的皮肤。 روری کارتر، ران کلمنز، اونا رو به خاطر دارم. اونا میگن سی جی اسلحه داشته. آره. این حرف اوناست. تو باورش میکنی؟ من باور نمیکنم. یه طوری میگی انگار سوال میپرسی. من فقط چیزی رو بهت میگم که میدونم. اگه فکر میکنن سی جی مقصره، چرا جلسه گذاشتن؟ بچه ها غیر قابل پیش بینی هن. مهم نیست پدر و مادرشون کی باشن، اما اونا بچه های ما، باید بهشون باور داشته باشیم. مطمئنم که اون اصلاً نداشته. چطوری بچه؟ شنیدم امروز با براک قرار داری. خوبه. از پسش برمیاد. من اینقدر تو این کار بودم تا بدونم بهتر بازنشسته بشم تا اینکه یه تحقیقات دیگه شروع کنم. هی روری گوش کن، من طوری نیست. نمیخواد ازم تشکر. نه نمیخواستم اینو بگم. نمیخوای که بازنشستگیمو خراب کنی؟ آره؟ بعد اینکه نجاتت دادم؟ بیخیال. آره نجاتت دادم به خاطر یه بچه پر رو. میخواستی همینو به هم بگی؟ نه مرد، تو یه بچه رو کشتی. تو یه بچه رو کشتی و یه تفنگ کنار جسدش جاسازی کردی. نه تموم شده. تموم نشده. تموم شد و هیچی هم دیگه نمیتونه اون بچه رو برگردونه. میدونم، خودم خوب میدونم. باید بهتر میدونستی. اون دستشو کرد توی کیف وان. تو از کجا باید میدونستی که نمیخواد اسلحه در بیاره؟ حالا بهش فکر کن. اگه اون اسلحه داشت، اگه تو برای شلیک تردید میکردی، اون وقت چی؟ ولی اون سلاحی نداشت مرد. ولی گزارش رسمی میگه که اون سلاح داشت. فقط خواست که به پول کفتیشو برداره. من اون روز هواتو داشتم. الان ازت میخوام هوامو داشته باشی. چه خبره؟ نمایشه. 200 سال پیش سریع ترین هفت دیرکش آزاد می شد. امروز هر دومون آزادیم. پسر من نتونست آزاد بشه. قاضی من تو حتی نمیتونی عذرخواهی کنی. من بابت انجام وظیفه معذرت نمیخوام.
تو متوجه نشدی؟ اون بچه‌ای که کشتی یه پدر داشت، یه پدر با نفوذ، پدری که میخواد از تمام نفوذ خودش استفاده کنه تا مطمئن بشه تو هیچ وقت اون روزی که ماشه رو کشیدی رو فراموش نمی کنی. اون جعبه فقط شروع این کاره. همونطور که گفتم، من بابت انجام وظیفه معذرت نمی خوام. ترسیدی به خطر بیفتی؟ برای همین به شلیک کردی؟ بله. چیز دیگه ای هم هست که بخوای اضافه کنی؟ پسرم، چیز دیگه ای هست که بخوای اضافه کنی؟ نه نه. Mr. Johnson should be here shortly. Thank you. صبح بخیر قاضی، بابت تاخیر معذرت میخوام. راستش امروز صبح خوردم به پست جورگیر. کسی که منو زد اینقدر رو داشت که از صحنه فرار کنه. تو که شوهر منو میدونی، تا کنشی نباشه واکنشی هم نیست. پس تعقیبش کردم، تو بنبست گیرش انداختم، یه تماس گرفتم و دستگیرش کردم. درسته، منم از دیدنت خوشحالم. همه رو اینجا میشناسی. دادستان هنکل، رئیس مالارد، معاون. آقای فرماندار، فکر میکردم که این جلسه خصوصیه. بله البته، ولی خب این یه نهاد عمومیه. خودت که بهتر قانون جلسات علنی رو میدونی. قانونه. بله متوجه. قربان، میدونم که تحقیقات تموم شده، ولی میخوام بدونم که برنامه یه شما برای یه آقایانی که پسر منو کشتن چیه؟ و تصور میکنم قصد مجازات دارید. دیبا موویز. قاضی، بیپرده میگم، به عنوان یک مؤسسه قضایی ما مجبوریم به افسرمون اعتماد کنیم، مگه اینکه مدرکی خلافش پیدا کنیم. خود دیدی وکلا توی دادگاه بهشون حمله میکنن. اگه ما در اون دفاع شکست بخوریم، اون وقت هر وکیل سطح پایینی در کشور تو خیابون کنار دغلبازها قدم میزنه. بر اساس تمام چیزهایی که مامورای تحقیق پیدا کردن، افسرهای دخیل در حادثه سی جی نه تعلیق یا به هر وجهی محاکمه نخواهند شد. فدرالی‌ها یافته‌های ما رو تایید کردن. دولت فدرال با این موافقه؟ متاسفانه بله. یه لحظه صبر کنین، اداره اینو تایید کرده؟ قاضی، میدونم که درک این مسئله برای شما سخته، ولی اگه مشکلی در مورد مسئله پیش بیاد، باید به اظهارات افسرامون اعتماد کنیم. به عنوان یه افسر قدیمی و یه قاضی، باید اینو درک کنیم. اگه شما این طرف میز بودین، آدمایی مثل من یا بهتر از اون آدمایی که نفوذ کمتری از من دارن، هیچ وقت نمیتونن تو چنین شرایطی شانسی داشته باشن. چارلز، من برات احترام زیادی قائلم و اعتبار. یعنی 10 سال پشت کرسی قضاوت نشستی، توسط یک مادر تنها در یکی از خطرناکترین شهرهای کشور بزرگ شدی و با وجود تمام اینا تو کاری کردی که مردم اونا رو غیر ممکن فرض میکردن. ما اینو تصدیق میکنیم. من به خاطر تو بال زدم. من تونستم شورای شهرمون رو قانع کنم تا کاری که احساس میکردیم به صلاح همه است انجام بدن، تا یه چهره خوب ازت بسازن. چیزی که اینجا داریم یه تراژدیه. هیچ مسیری نیست که اوضاع رو درست کنه، ولی با قدرتم میتونم اینو بهت پیشنهاد بدم. قبول کن چارلز. چارلز. ماما. چارلز. خب میدونید باید چی کار کنید؟ باشه؟
استیونز. خوب پیش نرفت. چی؟ حق با تو بود. اونا میگن سی جای اسلحه کشیده. اونا پسر منو کشتن و کاری کردن که تو خونه خودش بغلطه. ایو دیگه اون آدم قبلی نیست و تا زمانی که جوابی پیدا نکنم همینطوری میمونه. یه غیر نظامی بیار. نه، اگه این کارو بکنم من از پرونده میذارن کنار. پشت میز میتونم مفیدتر باشم. ولی ایو ما در ایای هستیم، میدونی؟ به فایل ها و همه چی دسترسی داریم. ببین، تو گذشته هوای منو داشتی. اینو فراموش نمی کنم. بذار ببینم چه کار میتونم بکنم. باشه. استیونز باراگا، شما نمیتونی بری اونجا. عوضی عصر بخیر. من قاضی کلمن هستم، دنبال خاویر میگردم. خاویر خونه نیست، تو دردسر که نیفتاده؟ نه 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 نه، این فقط یه ملاقات غیر رسمیه. من فقط میخواستم اون و من فقط میخواستم باش مشورت کنم. تو یه قاضی هستی و میخوای با اون مشورت کنی؟ الو، کی اومده؟ چی کار داره؟ نیاز نیست به کسی چیزی بگی. هی خاویر سر کاره. یه تعمیرگاه ماشین پایین خیابون سمت چپ، بعد دو تا چراغ قرمز سمت راست، تعمیرگاه رالفی. ممنونم. در ضمن بهتون تسلیت میگم، به خاطر رالفی. ای رفقا، مشکلی پیش اومده؟ چرا در مورد رالفی سوال میپرسی؟ سب کن، تو داری چی میگی؟ دلش خون یاره کیه؟ چی میخوای لعنتی؟ بیا بریم. هی تو چه مرگت دیوونه شدی؟ یا الله بزن به چهار. من فقط دنبال خاویر گارسیا هستم. رفتی پیش زنم و از پسرم پرسیدی؟ تو خودت هستی؟ تو خاویر هستی؟ گوش کن، من یه قاضی هستم، باشه؟ من قاضی کلمن هستم. من که اسمتو نپرسیدم. ببین، این پسر منه، باشه؟ فقط چند دقیقه میخوام وقت شما رو بگیرم. به کمک شما نیاز دارم. میخوام چند تا سوال بپرسم. چه اتفاقی برای اون عکس افتاده؟ چی شد اینجا اومدی؟
پسر من توسط افسرهایی که به پسر تو هم شلیک کردن کشته شد. در موردش صحبت نمی کنم. گزارش ها میگن پسر تو فرار کرده و بعدش اسلحه کشیده. این گزارشی بوده که شما دادی. آدرس شما رو از اونجا پیدا کردم. من نه، زنم بود. بهتر از این عالیمه. اون چکشو میدی؟ اوناش اونجاست. تو بهتر از اون حالیته؟ ببین مرد، وقتی اومدم اینجا یه قانون داشتیم. ازم بگیری ازت میگیرم. سرت تو کار خودت باشه. پلیس با همین شیوه برخورد کرد. بهشون شلیک کنی شانس بیاری زنده بمونی. پس تو یه قاضی هستی. درسته. تا حالا دیدی یه بیکس و کار علیه پلیس شکایت کنه؟ چند باری پلیس همکارشو لو داده؟ این دنیای واقعیه. نیازی نیست برای این برم حقوق بخونم. به خاطر ماشینت متاسفم. الان آماده میشه. میدونی چیه؟ حرف دیگه ای ندارم. وقتی من و همسرم بچه دار شدیم ما فقط 17 سالمون بود. همه فکر میکردن ما آخرش میریم بازپروری، ولی من چنین فکری نکردم. پدرش فکر میکرد من میافتم زندان یا جهنم و امیدوار بود که دخترش با من نابود نشه. و حالا من یه قاضیم. نظر اون چی بود؟ نمیدونم، برام مهم نیست. ببین، من تو زندگیم هیچ وقت مجبور نبودم التماس بکنم، ولی الان دارم ازت کمک میخوام. دارم التماس میکنم. پس تو قاضی میای اینجا و میخوای کمکت کنم. کمکت کنم که چی؟ شهر رو بگردیم. بهش فکر کردی؟ نیازی نداره. آره. ممنون. بله. از واحد جنایی افسر پتی پشت خطه. او میخواد بدونه اطلاعاتی که منتشر کردیم تایید شدن یا نه. قلب قهرمانی که از شهر محافظت میکنه سنگینه. بهش بگو آره. بله قربان. من دیگه با اجازتون میرم خونه. باشه. شبت خوش. چیه؟ با هم حرف بزن. نمیشونه. زود باش، چند وقت کم خواب شدی. خیلی مشروب میخوری، برای پسرمون وقت نمیذاری. اصلا این من بود. گلوله های من. اون حتی سلاح هم نداشت. چی؟ اون حتی چی؟ وای روری این کارو برای ما کرد. وای به کسی هم گفتی؟ هیچ کس. وای خدای من، خدای من، تو اون بچه رو کشتی. باید به یکی بگی. نه. چی؟ یعنی چی که نه؟ تو خونه من با پسر من با چنین رازی زندگی نمی کنی. نه. این چه خونه نه. منه؟ نه. نه. شوهر من بزدل نبود. از انجام دادن کار درست نمی ترسی. تو شوهر من نیستی. من دارم کار درست انجام میدم. روری از ما محافظت میکنه. یا ما ایم یا اونا. همیشه اینطوری بودیم. اینطور نیست.
همیشه یا درسته یا غلط، و شجاعت برای انجام کار درست. من نمیتونم. من میخوام درستش کنم. بله مارسی، اسم من قاضی چارلز کولمنه. میخواستم بدونم میتونیم در مورد پسر جیدن صحبت کنیم؟ خب، ممنون که به دیدنم اومدی. میخواستم در مورد پسرت جیدن صحبت کنیم. میدونید آقای کولمن، من با این قضیه سالها پیش کنار اومدم و الان هیچی نیست که جیدن رو برگردونه. هیچی. پس میخوای بذاری که اونا در برن؟ اونا نمیرن. هر دردی که تو قلبت داری، این تسکینش میده. این کمکم کرد که آدم ها رو ببخشم و الان دست خداست. مارسی، ما میتونیم عدالت رو اجرا کنیم. یک عدالت واقعی. میتونیم کاری کنیم تاوان کار خودشون رو پس بدن. حالا عدالت چیزی بیشتر از گفتن این که یه روز باید تاوان بدی نیست. من موافق نیستم. عدالت توازن رو برقرار میکنه. خیلی خوب، این غیر قانونیه. انتقام عدالت نیست، انتقام غیر قانونیه. چشم در برابر چشم؟ چه چیزی گرفتن چشم یه نفر رو توجیه میکنه و در این حال گرفتن چشم یه نفر دیگه غیر قانونیه؟ ما دیگه قانون چشم در برابر چشم نداریم. ما تو دوران کتاب مقدس زندگی نمیکنیم. نه قاضی، تو سالها عمر رو میگیری به خاطر دزدیدن یه نون 3 دلاری یا حبس ابد برای یه محکومیت جنایی. من فکر میکنم قصاص عادلانه ترین راهه. خیلی خوب، باشه. ممنون که این راه طولانی رو اومدی. هر وقت دادستان محاکمه رو شروع کرد خبرت میکنم و اون موقع میتونی تصمیم بگیری که میخوای ادامه بدی یا نه. قاضی، اگه روی اجرای عدالت تمرکز کنی، زندگی رو فراموش میکنی و زندگی کردن بهترین راه برای احترام به پسرامونه. میتونم از سطر بپرسم؟ اولش کن، مهم نیست. نه، بگو چی میخوای بپرسی، بگو. چرا تو خونه و محل زندگی میکنی؟ چه انتظاری داری؟ نفست از جای گرم در میاد. متاسفم. من یکی از اون اشتباهاتی که گفتیم و مرتکب شدم. 17 سالم بود که سوار یه ماشین دزدی بودم. برای یه وکیل واقعی پول نداشتیم. گفت اعتراف کنم. میدونی اون چی رو یادش رفت بهم بگه؟ که من یه مجرم میشم، نمیتونم رأی بدم، اجازه ندارم برای تحصیل کمک مالی دریافت کنم. من فارغ التحصیل شدم ولی نتونستم برم دانشگاه، نتونستم شغل پیدا کنم. پس من اینجام، یه زن، یه مجرم. قانون این زندگی رو برام ساخت. عدالت اینه؟ کجا میری؟ هیجا. مغازه رالفی. مغازه تعطیله؟ نه امشب بازه. مطمئنی؟ چطور میتونی هر روز قیافم رو تحمل کنی؟ پلیس ها
پسرمونو کشتن و من کاری نکردم. ما فقط زندگیمون رو ادامه دادیم، انگار نه انگار. خدا میدونه که چقدر دلم براش تنگ شده. اما رالف خودش انتخاب کرد. اون زندگی رو انتخاب کرد که مورد پسند ما نبود. اینو میگی ولی عزیزم، یه روحی هست که همیشه اینجاست، همیشه هست. مهم نیست چقدر لبخند بزنیم، چقدر زندگی کنیم و چقدر ادامه بدیم. یه چیزی این اطراف هست که راهشو بینمون باز میکنه. وانمود میکنی که حسش نمیکنی، ولی میدونم که میکنی. تنها چیزی که میخوام اینه که تو برگردی پیشم. هر شب برگردی پیشم. امشب میبینمت. ایوی، ایو، اینجایی. Thank you.
اونا به سی جی میگن آدم کش. به همه میگن که پسر ما یه خلافکار بود و حقش بوده کشته بشه. میدونم دارم روش کار میکنم. تو منو ترک کردی، انگار برات مهم نیست تنها باشم. بیشتر از 6 ماه گذشته چارلز، تو هیچ کاری نکردی. دارم سعی میکنم، همه یه تلاشمو میکنم. تو از کی سعی میکنی؟ همیشه این کارو میکنی. تو میخواستی دیپلم دبیرستان بگیری، علیرغم اینکه بچه تو رو باردار بودم. تو میخواستی دانشگاه رو تموم کنی، این کارو کردی. میخواستی وکیل بشی، شدی. یک قاضی شدی. تو پدر خیلی خوبی بودی. پس منو ببخش چارلز، اگه تو واقعا میخواستی یه مرد باشی و در مورد سی جای عدالت رو اجرا کنی، این کارو میکردی. تو تلاش نکردی. ایو، به این سادگی نیست. Oh, Sam, your sister, Mr. Charles Coleman Sr., our protector. Thank you so much for getting justice for my son. تو یک برده هستی، تو مردی نیستی که من باهاش ازدواج کردم. نمیدونم میخوای من چی کار کنم. آقای فرماندار، چند لحظه وقت دارین؟ اجازه. Lake City Council meeting tonight. Have to approve the city revitalization project. Right, I understand. This will just take 5 minutes, I'm sure. You could use a break. All right. یه رو به دیگه ادامه بدیم. یه فنجون قهوه برام میاری؟ عزیزم، شیرش زیاد باشه. اخبار امروز صبح رو دیدین؟ متاسفانه دیدم و بهت قول میدم کسی که لو داده رو مثل سگ شکار میکنیم. باشه، این چطور؟ اینو دیدین؟ آره، روز اختراع اصلا رو لعنت میکنم، اما این روزا خودمون بهش نیاز داریم. این چطور؟ یه زاویه دیگه ازش. هدف چیه؟ اینا دو صحنه یه جرم کاملا متفاوت هستن، 2 سال فاصله دارن، همون اصله هست. باشه، رالفی گارسیا، دادگاه چارلز کولمن. چطور اینو پیدا کردی؟ روری کارتر در هر 2 صحنه بوده، همون سبک اسلحه. اینا رو از کجا گرفتی؟ اینا 2 تا اسلحه سیاه هن که شماره سریالشون پاک شده. کلی اسلحه مثل اینا تو این شهره. نتیجه گزارشات انگشت‌نگاری چیه؟ چی؟ روی اون اسلحه تو رفتی سراغ انگشت‌نگاری سی جی. چارلز، اینو ول کن. این قضیه از من بزرگتره. این بزرگتر از تو نیست. پلیسای تو به پسر من شلیک کردن. این چطور بزرگتر از توه؟ این چیزی نیست که من میگم. من الان باید به همسرم چی بگم؟ بهش قول دادم که ازش مراقبت میکنم، به اون قول دادم که از پسرمون مراقبت میکنم، ولی پسرم مرده. اون تنها کسیه که برام مونده. من باید بهش چی بگم؟ جوابمو بده. بیدار شو مرد، این بهترین چیزیه که داریم. همه تلاش کردن، ما بهت پیشنهاد پول دادیم، یه چیز به عنوان هدیه، تو گفتی نه. من اصلاً یاد بوده برزشی بود. باشه، شماره حراست غذایی رو برام بگی. جایی که آدمایی مثل من یا بهتر از اون آدمایی که هیچ آشنایی ندارن
اونا بچه های ما هستن، باید حرفشون رو باور کنیم. ما بهت پیشنهاد پول دادیم، یه چیز به عنوان هدیه، تو گفتی نه. دوباره گم شدی؟ باید این داستان رو تموم کنیم. کدوم داستانو؟ اونا دیگه نه، دیگه نه، تموم شد. چی داری میگی؟ نه گوش کن، این واقعیه، این یکی نگه ساختگی مسخره درباره یه رئیس قبیله نیست، این زندگی منه. گوش کن، تو هیچی نمیدونی، چرا بر نمیگردی به زندگی تو اون خونه شیکی که ازت اومدی؟ فکر میکنی من همیشه یه قاضی بودم؟ تو منو نمیشناسی، تو نمیدونی برای رسیدن به اینجا مجبور به چه کارایی شدم. پس اینطوری با من رفتار نکن. برو خونه. نه، تو حتی نمیتونی به عکس پسرت نگاه کنی. بعدش میخوای اسمشو بذاری روی ساختمون که حالت بهتر بشه؟ خب این به چه دردت میخوره؟ حالت بهتره؟ گوش کن، دیگه داری زیاده روی میکنی. من سخت میگیرم. داری زیاده روی میکنی. من چی رو سخت میگیرم؟ زیاده روی میکنی. تو رو سخت میگیرم؟ تو بهشون اجازه، تو به اونا اجازه دادی پسرتو بکشن و هیچ کاری براش نکردی. نمیدونم چی باید باعث بشه که بهت فشار بیاد. به عنوان وصنیتم میذارم بری، هیچ وقتم بر نگرد. زودتر برو. تو اصلا فیلم صحنه جرمو دیدی؟ چی؟ وقتی میری سراغ یه گنگستر، این اتفاقیه که برات میفته. مسئله اینه که پسرتو اسلحه نداشته، اسلحه‌ای که اونو گفتن در صحنه کشته شدن پسرت دیدن همون اسلحه‌ای هست که گفتن در ماشین پسر من بوده. الان مرگ پسرمو دیدم. من متاسفم. الان مرگ پسرمو دیدم. چرا اینو نشونم دادی؟ متاسفم. من چرا اینو نشونم دادی؟ چرا میخوای به من شلیک کنی؟ چرا اینو نشونم دادی؟ اسم خودت هم میذاری قاضی؟ من دیگه قاضی نیستم. الان من فقط یه پدر هستم. من پدری هستم که پسر خودش رو هم ناامید کرد. چرا نباید بهت شلیک کنم؟ چرا نباید بکشمت؟ تو میتونی. یا میتونی با من بیای. بیا؟ میخوای خلاف کنی؟ به خاطر پسرم خلافم میکنم. میتونم اینو درستش کنم. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. خب حالا نقشه چیه؟ در موردش فکر کردم. روش خودشون امتحان میکنیم. نباید بهشون فرصت عکس‌العمل رو داد. اونا این کار رو نکردن. نباید توجهشون رو جلب بکنیم. باید کاری بکنیم که هیچ عکس العملی نشون ندن. آره، اون لعنتی پسرمو کشته. خب حالا چی کار کنیم؟ باشون روبرو میشه، با هر جفتشون. مجبورشون میکنیم با ما بجنگن. و من میدونم اونا کجا هستن. اونا رو تعقیب کردم، در موردشون تحقیق کردم. پلیس پیتر به ملاقات یه پیرمرد میره و براش سیگار میبره.
اون یکم همیشه میره خونه با نوشیدنی میخوره. پلیس جوونه شبا پسرشو میخوابونه و تمام شب تلویزیون میبینه. میریم اونجا و انتقام خون پسرامونو میگیریم. زمان عکس‌العمل تو اون محله فقط 2 دقیقه است. باید خیلی سریع غافلگیرشون بکنیم توی خونه خودشون. میدونم که برای سوالی که چجوری این کارو بکنیم باید یه کار انقلابی بکنیم. در مورد این قضیه با هیچ کس حرف نمیزنیم. نه همسرامون، نه دکترا، نه کشیشا. نه. حالت خوبه؟ چرا دستت میلرزه؟ نه، من خوبم. نه، خوب به نظر نمیای. نمیخوام با دست لرزون بهم شلیک کنی. خنده‌دار نبود. خنده‌دار نیست، نمیخوام تیر بخورم. جگرداری که اومدی خونم. بیا پاشو، حالا جا اومد؟ کجا داری میری؟ وایستا، باید کار دارم. بذار ببینم مهمون ما کیه. تو پسر منو کشتی، پس چطوره تو رو هم بکشم؟
صدای روری بود. قاضی کن من، انتظار نداشتم تو رو اینجا اینجوری ببینم. حسابی درمونده شدی. روزی که پسرمو کشتی باید میدونستی چنین اتفاقی میفته. اینجوری که گوش میاد یکیمون زنده از اینجا بیرون میره و میگه چه اتفاقی افتاد. من اینو به کسی نمیگم، تو اینو با خودت به گور میبری. لعنتی. بابام چیز زیادی توی زندگیم بهم یاد نداد، ولی دو تا چیزو بهم گفت: چطور از یه سیگار کوبایی لذت ببرم. راجع به اون آشغالای تقلبی حرف نمیزنم. برگایی که از دونه‌های کوبایی توی خاک آمریکای مرکزی رشد میکنن. اگه خاک کوبا نباشه که کوبایی نمیشه. اون به من میگفت این خاکه که نفس میکشه. و دومی، همیشه یه طرفو انتخاب کن. وقتی انتخاب کردی با تمام وجود براش بجنگ. من کدوم طرفم؟ وقتی روی نیمکت دادگاهی طرف منی، من برات میمردم. اما محض اطلاعت، اگه میدونستم پسرته، داستان یه جور دیگه پیش میرفت. ولی اینطوری نشد. نه نشد. فکر کنم بهتر این قضیه رو تموم کنیم. آنا به من نگاه کن. به من نگاه کن. به من نگاه کن. بهت گفتم زیاد تون نرو. در مورد قتل عادلانه حرفی زنم. حقوق بازنشستگی رو میگیرم. شایدم بعدش یه نشانه افتخار بهم دادن. شماها از عرش به فرش رسیدید. زود باش منو بکش. من همینجوریشم مردم. اون روز با پسرم منم کشتی. باشه. خوبه؟ آره. ماسک چی شد؟ میخواستم ببینه کار منه. چه حسی داری؟ اصلا نمیدونم. دیگه نمیلرزم. فکر میکنی پسرامون بهمون افتخار میکنن؟ نمیدونم، اما میدونم که دوستشون داریم. کی به 911 زنگ زده؟ لعنتی، یه پلیس رو در خونه خودش کشته. استیونز، یه ماشین سیاه اسپورت اینجا پارک شده بود. دو نفر مرد، یکی سیاه‌پوست و یکی ناشناس. وان کلمنس رو پیدا کنیم. افسر کلمنس، باید با ما بیای. چرا؟ من که مرخصی هم. پلیس استیونز شما رو خواسته. استیونز؟ من که کاری باش ندارم. اینو به خودش بگو، باید بری. نمیتونم پسرم رو تنها بسرم. یه افسر میذارم اینجا، زودتر بری. باشه، بذارم آدشم.
آخرین بار کی چارلز رو دیدی؟ امروز. میدونه اون کجاست؟ نه. یه پلیس کشته شده. اونا گواهینامه سی جی رو اینجا پیدا کردن. اون میخواد کار درست رو انجام بده. حالش خوبه؟ نمیدونم. تمامی واحدها به گوش، تمامی واحدها به گوش. مزنون چارلز کولمن سینیوره، مرد سیاه‌پوست، 26 ساله. سوابق نشون میده اون یه قاضی بوده. دیده شده که با یک اتومبیل اسپورت سیاه فرار کرده به همراه یک مرد ناشناس. هر دو مسلحن. تکرار میکنم، هر دو مسلحن. گزارش فوری از صحنه ارسال شده. جاده 239، درخواست پوشش هوایی. ما کجایی؟ نمیدونم، یه محله هستیم. نه نه نه، اینجا یه محله نیست، اینجا پاراموه. من نمیتونم اینجا باشم. چرا نه؟ این طرف ماست. مراقب باش. آره. هی اونجا رو فکر کنم خودشونه. باید متوقفشون کنیم. قرار نیست قهرمان بازی در بیاریم. بیایید برگردیم. اگه خودشون باشن اونا رو متوقف نکنیم توبیخ میشه. شاید. به نظر کمی عصبی برو. جون جان اینجا بمونو، درخواست پشتیبانی بده. لعنتی. یالا پاشو. بیشتر میخوای؟ حالا بگیر بخوا. گفتم گنگسترم. لعنتی چشم باد. اون دیگه کی؟ اون کی بود؟ تو کی هستی؟ افسر واشنگتن، شما بازداشتی، همکارای من کجان؟ اونا زندن، اونا پسرامونو نکشتن، ما با شما دعوایی نداریم. گوش کن،
از اینجا میریم بیرون انگار نه انگار. کجا برم؟ مستقیم برو، اون پایینه. گفتی نمیدونی چی شده؟ مگه نشنیدی؟ چیو؟ راری، یه نفر اونو کشته. سب کن خودشه. سب کن ببینم، مطمئنی؟ آره، دور بزن. خوشحالم تموم نشده. این خیلی بزرگتر از قسمی هست. دقیقا یه ساعت پیش یه مرد سیاه بود، فقط همینقدر میتونی. چرا استیونز منو خواسته؟ به خاطر محافظت از تو. محافظت برای چی؟ فقط همینقدر میتونی. البته تنها همینقدر. مصدومین کشته شدن 10-50 همه که افراد بیان زیر پل خیابون فرید. بیا بیرون. منو گرفتی. مصدوم ها دیده شدن، اونم مسلح هستن. 10-33 تکرار میکنم، 10-33 ما بلا فاصله به پشتیبانی نیاز داریم. خ...
افسر وان کلمت، شما تحت محاکمه برای قتل سی جی کلمن جونیور هستید. و رافائل گارسیا، وقتش مجازات بشی. برای از دست دادنشون متاسفم. برو به جهنم، برای عذرخواهی دیگه دیر شده. من یه پسر دارم و 6 سالشه. من یه پسر داشتم. میدونم. من میترسم چارلز. من میخواستم بدونی که سیجه یه اصلایی نداشت. متاسفم باز. نگهدار. چارلز! ارائه شده توسط وبسایت دیبا موویز. Will all mankind be free?
one love, is there love for you, for me? Oh, with all my heart, I'll always do my part to love mankind. And I never stop until our voices are heard. When to my brothers are with me.